بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در حضور سروران گرامی هستیم در مجلس سادس، مجلس ششم از مجالس سبعه مولانا. المجلس السادس من بعض معارفهی احاز الله علینا انوار لطائفه. مجلس ششم از برخی از معارف مولانا جلال الدین که خداوند انوار لطیف او را بر ما افاضه فرماید. الحمدلله المقدس عن الازداد و الاشکار، المنزه عن الانداد و الامثال، المتعالی عن الفناء و الزوال. خب ابتدا باز طبق همه مجالسی که مولانا دارد شروع می کند به تحمیدیه و توحیدیه. اول یک حمدی بیاورد و صفات خداوند رو در آن ذکر می کند، بعد مطالب دیگر رو بیاورد، یک روایتی از حضرت رسول و سپس موضوع رو خاتمه می دهد. می فرماید الحمدلله. حمد، تمامی حمدها، این الفلام الفلام استقراط است، یعنی تمامی حمدها لله، برای خداوند است، یعنی هیچ کسی شایسته حمد نیست و هرچه حمد در جهان است از آن خداوند است. الحمدلله المقدس عن الازداد و الاشکار. حمد خداوندی را است که مقدس است و منزه است، پاکیزه است، عن الازداد از ضد ها و اشکال و از شکل ها. خب ضد در اصطلاح فلاسفه، در اصطلاح منطق، ما یک تضاد داریم، یک تناقض داریم، یک ضد داریم، یک نقیض داریم. فرق تضاد و تناقض این است که در تضاد اجتماعشان محال است اما ارتفاعشان ممکن است، اما در تناقض هم اجتماع و هم ارتفاعشان محال است. مثلا سیاهی و سفیدی ضد همند، یعنی اجتماعشان محال است. چیزی هم سفید کامل باشد و هم سیاه کامل باشد، این محال است. اما ارتفاعشان محال است که هیچ کدام نباشد، نه سفید باشد و نه سیاه باشد، مثلا قرمز باشد، مثلا آبی باشد، به این میگن ضد. اما نقیض مانند آن است که دیگر رو نقض بکند، مانند روز و شب که اجتماعشان محال است. محال است که هم در یک زمان هم روز باشد و هم شب باشد و ارتفاعشان هم محال است. ممکن نیست که نه روز باشد و نه شب باشد. پس یکی هم روز و هم شب محال است و نه روز و نه شب هم محال است. اما در تضاد این متفاوت است، اجتماعشان محال است ولی ارتفاعشان امکان داره، یعنی هیچ کدام نیست. فرمود که خداوند از ازداد مقدس است، یعنی خداوند ضدی نداره، چیزی که ضد او و مباین او باشد وجود نداره. اصلا نمیتوان بر این اساس با خدا ضدیت کرد، نمیتوان با خدا رو در رو ایستاد. ضدیت مفهومش این است که خدا با چیزی متنافی باشد و با هم اجتماعشان ممکن نباشد، اصلا چنین چیزی وجود ندارد. پس خدا ضدی ندارد. همچنان که خداوند شبیهی ندارد، خیلی نهایت بفرمایید این رو، همچنان که خداوند شبیهی ندارد، ضدی هم ندارد. بعضی آمده هم مثلا شیطان رو ضد خدا قرار دارد، شیطان که ضد خدا نمیتواند باشد.
بالاتر و بیشتر از آن هم نمیتواند ضد داشته باشد. خداوند مقدس است از ازداد و اشکال. روایتی از امام رضا علیه السلام که امروز تولدشون هست، به این موارد، خیلی موارد متعدد اینجا من میبینم که روایت هایی از امام رضا هست در عیون اخبار رضا، به اینها اشاره کرده و خیلی هم زیباست، چون یکی از مسائلی که ایشان مطرح کرده مسائل توحید بوده، توحیدیه بوده و بسیار زیبا و قابل توجه هست. الحمدلله مقدس، خداوند هم برای خداییست که مقدس است. عن الازداد، از ضده ها، خداوند ضد نداره، ضدین هم نداره، ازداد هم نداره، بل اشکال، خداوند شکل هم نداره، چون که شکل یک امر صوریست، امر ظاهریست، خداوند که معنای کامل است و صورتی ندارد. المنزه عن الانداد و الامثال، منزه هست از انداد شریکان، ندید جمعش می شود انداد، نده یعنی برای خود دوستی برگزین و شریکی برگزین، انداد یعنی شریکان، کسانی که در کار خدا در هر چیز دیگری شریک باشند، منزه هست. و الامثال، و از مثل و مانند هم خدا من شبیه هست، لیسه کمثلی شی، فرمود که مانند او هیچ چیزی نیست. المتعالی عن الفناء و الزوال، متعالی است، خیلی زیبا نمیگوید که فنا و زوال بر او راه ندارد، میفرماید متعالی است از این که فانی و زائل شود، خیلی زیباست، جالب. یعنی وقتی انسان بالاتر از مرتبه زوال و فنا و دیگر در آن راهی ندارد، در آن وجود ندارد، بالاتر از مرحله کون و فساد اگر انسانی باشد دیگر آنجا فنا و زوالی وجود ندارد. خداوند فنا ندارد، زوال و از بین رفتن و نابودی هم برای خداوند وجود ندارد. القدیم الذی لم یزل ولا یزال، قدیمی قدیم است که نه پیش از او سابقه عدم بوده است و بعد از او هم سابقه عدم نخواهد بود، یعنی لایزالی هست، زوال پیدا نمی کنه، نه قبلا زوال پیدا می کرد و نه در آینده. لم یزل در گذشته ماضی استمراری است، لم به اضافه فعل مضارع نشاندنی ماضی استمرار است، لایزال هم که ادامه دارد، یعنی همچنان لایزال و همچنان پیوسته خداوند زوال پذیر و نابودی پذیر نیست، هرگز او از بین نخواهد رفت. چرا اینها رو میگوید؟ چون ما دیده ایم که همه روزی به خلق میشوند، به وجود میآیند و روزی از بین میروند. میگوید که خدا جز اینها نیست. ما دیده ایم که یک کسی یک زمانی نبوده است، بعد بود پیدا میکنند، وجود پیدا میکنند، خدا چون این نبوده. ما دیده این هر کس وجود داشته است بعداً معلوم شده است، از بین رفته است، میگوید خدا چنین نیست. مقلب القلوب، کسی قلبها را تقلیب میکند، میچرخاند و مصرف دهور و القضا و دهرها و ده یعنی روزگار و روزگارها را میچرخاند، صرف میکند، صرف یعنی گرداندن، میگم مثلا صرف صیغه در 14 صیغه همینه، یعنی ما یک کلمه رو، کتبه رو مثلا در 14 صیغه میچرخانیم و میگردانیم، بهش میگن علم صرف مثلا، یعنی اینکه یک سیرورت و یک حرکتی رو شروع میکنیم و یک انتهایی برای آن قائل هستیم. مصرف دوگوست که دهرها و روزگاران رو میچرخانه، ولی قضا و قضا و قدر خود را هم میچرخانه، و محمل الاحوال، و کسی است که حالات بشر رو تحویل می کند، حالات رو از این رو به آن رو می کند، حالات رو دائم تغییر می دهد. ما همین رو همه می بینیم در زندگی خود. لا یقال متا و الا متا، گفته نمی شود کی و تا کی. در مورد خداوند نمی گویند که کی به وجود آمده و تا کی وجود خواهد داشت، یا
اینها گفته نمیشن. اصلا کی وجود نداره، متا وجود نداره، این وجود نداره، این کجا؟ یعنی زمان و مکان، متا نماینده زمان است و عینن نماینده مکان است. خداوند در زمان و مکان در نمی گنجد. چرا؟ چون زمان و مکان از مختصات ماده است. وقتی ماده بود، بود چهارمش که زمان است به وجود خواهد آمد. وگرنه وقتی که ما بگوییم خدا در زمان نمی گنجد، چرا در زمان نمی گنجد؟ چون مادی نیست. شرط اول زمان و مکان این است که ماده باشد. اصلا شرط اول زمان چیست؟ این است که بتواند در ماده، ماده که ابعاد سگانش رو ما دیده ایم، بیاید در بعد چهارم رو پیدا کند. بعد چهارمش می شود زمان. چون خداوند ماده نیست و مبراست از مادیت، بنابراین اصلا زمانی برای وجود ندارد، چرا که مکانی برای او وجود نداره. همین بحث زمان و مکان که در فیزیک جدید بحث شده است که زمان و مکان در کنار هم هستند و زمان در حقیقت احساسی است که از مکان به دست می آید و از مرور جاهای مختلف و از حرکت به دست می آید، همان مباحث خاص است که ما قبلا راجع به این گویا بحث کردیم. و محبل الاخبار لا یقال و متا و الا متا و اطلاق و حاضه الاباره علی القدیم ماها. خیلی زیبا. یکی اصلا چرا به خدا میگیم قدیم؟ چرا فلاسفه میگن قدیم است، حادث است؟ میگه اینها اصلا مفهومی نداره، ما مجبوریم استفاده کنیم. بعضا به خاطر اینکه مردم بفهمن میگیم این قدیم است، این حادث است، این از اول بوده است، این بعدا خواهد. ولی وقتی در دنیا یک چیز است و حادثی وجود ندارد، یک وجود است، وحدت وجود است، بنابراین همه چیز در جهان قدیم است، اصلا حدوثی وجود ندارد. و وقتی حدوثی وجود ندارد، بنابراین سخن گفتن از قدیم و قدمت و ازل و ابد بیهوده است، چون که خداوند ازلی و ابدی است و چیز دیگری نیست. بنابراین غیر از ازلی و ابدی و غیر از ازلی و ابدیت در جهان چیز دیگری نیست. فاطلاق هذه العباره علی القدیم محال، ابدا الآدم بلا ابتدا ولا مثال. میگه که اطلاق به قدیم محال است و ابدا هم ابد هم همچنین است. تا ابد اطلاق قدیم به خداوند محال است، یعنی از ازل که بوده قدیم بوده تا ابد اطلاق اینها محال است به خداوند. العالم بلا اقتداء بلا مثال، عالم است، عالم است بدون اقتداء و بدون مثال. همه علما چه میکنن وقتی که یاد میگیرن؟ به استادش هم اقتداء میکنن، پیروی از خودشان و استادشان میکنن و برای هر علمی شما حساب کنید یک مثالی میزنن برای اینکه ما علم را درک کنیم، یک مثالی میزنن که بعد به عنوان مثال چنین است که ما بتوانیم آن علم را درک کنیم. خداوند نه اقتدا میکنن به کسی، علمش درون نیست، علمش لدون نیست و مثالی هم نیست. خلق آدم و ذریته من طین صلصال، آدم و ذریه‌اش را و خاندانش را از طین صلصال، از گل بدبوی خشکیده سفالین شده که مثل سفال صدا میدهد، صلصال یعنی دیگه مثل گل خشکیده سفالی که صدا میدهد، اینها را آفرید. خلق الانسان من صلصال کالفخار من طین لازه، که اینها را در بحث قرآن به خوبی و کاملا بس کردیم. همین هم لنعیم و همین هم لنجهیم. میفرماید خدا بند آفرید همین هم، پس برخی از ایشان لنعیم برای نعمت ها هستن، برای بهشت هستن. و همین هم لنجهیم و برخی از انسان ها برای جهیم هستن.
پیغمبر فرمود از شقی و شقی هم فی بطنون و سعید و سعید هم فی بطنون. از ابتدا خلاصتان کنیم. این نظر عرفاس ممکن است کسی بپذیره یا ممکن است نداره. نظر کلی عرفا این هست که کسی که آفریده شده است معلوم است این برای بهشت آفریده شده یا برای دوزخ. این نظر به خدا وجود داره. بعد ما حالا یه حرکت هایی می کنیم که نهایتاً منجر خواهد شد به علم الهی. و علم الهی چیزیست که ما در آن مندنس هستیم، ما در آن منتمس هستیم، هیچ حرکت دیگر ما نمیتوانیم. و اینکه بعضی ها برای بهشت آفریده شدن، بعضی ها برای دوزخ آفریده شدن، تعارف هم نداره. و من هم للابعاد و من هم للوصال. و برخی از آنها برای ابعاد، برای دور کرده شدن و دور کردن و دور شدن از خدا هستن. و من هم للوصال، برخی از آنها هم برای وصال هستن. این مشیت الهی است، این تقدیر الهی است. من هم من سقا شربت الادبار. از این انسان ها کسی است که شربت بدبختی میخورد. و من هم من کسا سیاب الادبار. و از آنها کسی است که لباس ادبار و خوشبختی به تن میکنند. خوشبخت چه کسی است؟ سعیدون فی بطن امه، در شکم مادرش اگر خوشبخت بود خوشبخت است. بعدا دیگر نمیتوان این رو، یعنی در شکم مادر او هیچ اختیاری از خود نداره، بعدا هم هیچ اختیاری از خود نداره. او گمان میبرد که مثلا یک اختیار جزئی هست که در جزئیات وجود داره، اگر نه کلیات خدمش که کلی امور از دیدگاه عرفا ممکن است کسی با این دیدگاه مخالف باشد، مخالف نداره. اما از دیدگاه عرفا ما در جبر مطلق، جبر کلی هستیم و اختیار ما اختیار جزئی است، اندک اختیاری داریم. در دایره جبر مختار هستیم. یک دایره کوچکی هست به نام جبر، ما در این آن مختار هستیم که مثلا اکنون این را من مجبورم حتما مثلا اینجا باشم، این محبت باشم، حالا ممکن است اختیار کنم آنجا بنشینم، آنجا بنشینم، ولی نهایتاً از اینجا حق بیرون رفتن ندارم. و کسانی که توهم اختیار میکنن اینها بدبخت‌ترین آدم ها هستن. چرا؟ چون همیشه دارن ضعف میشن. چرا میگن چرا ما اینجوری بودیم؟ چرا ما چنین شدیم؟ چرا ما این همه داریم ضعف میکنیم؟ چون که از خودشون یک انتظارات دیگری دارن. هیچ وقت رضایت من نخواهم بود. هیچ وقت راضی نخواهم. شما دیده اید که اکثریت مردم ناراضی هم؟ شما لازم فرموده اید که غالب مردم که باشون صحبت می کنید ناراضی هستند از همه چیزشان؟ چرا؟ اون اکسیر رضایت در چیز؟ اکسیر رضایت در تسلیمه، در تسلیم شدن هست. انسان تسلیم شود بگوید خب من این دایره ای که هست من در اینجا هست. جبر مطلق نباشد، جبر کلی هست در برابر اختیار جزئی. قطع السنت عن الاعتراض فی المقال. خداوند زبانها را قطع کرده است از اعتراض در سخن گفتن. در یک جمع ادیبانه از من سوال کردن که ما از کجا بدانیم که شاعری مثلا میگن فلان شاعر عارف است و چنان است، از کجا بدانیم که این واقعا عارف است یا نه؟ عرض کردم که ببینید اگر اعتراض میکرده بود به هر چیزی اعتراض داشت، او عارف نیست. کسی که معترض است در جرگه عرفان نمیگه. عرفان با اعتراض هیچ نسبتی نداره. جناب حافظ که میگه پلک را سخت بشکافیم و ترهین رو در اندازیم، تره خدا را قبول نمی کند، میگوید این پلک رو خدا ترهیش رو درست ننداخته و ما باید پلک را سخت بشکافیم و ترهین رو در اندازیم، این یعنی اعتراض. آدم دیگر به باید ساخت بزن و عالمی، بگه خدا بلد نبوده آدم بسازه.
آدم ساختن رو هم خدا بلد نبوده. ما میرویم یک آدم میسازیم، میبینه خدا که آدم چجوری میشه، آدم چجوری میشه. خب اینها نشان میدهد که این عارف نیست، انسان خیلی بزرگیست. با تمام احترامی که برای ایشان قائل هستیم، بسیار شاعر بزرگیست، ولی خب عارف نیست. هر کسی که به طور کلی اعتراض کند او عارف نیست. این قصه اعتراض است. ممکن است کسی با خود عرفان مشکل داشته باشد، این هیچ ایرادی ندارد، نپذیرد اصلا این نظر، ولی بداند که هر کسی ادعای عرفان دارد، در عرفان اعتراض وجود ندارد به هیچ چیز. عارف به خدا اعتراض ندارد، تسلیم انده امرش لا معبود سواک، هستی و مطلق است، از خود هیچ چیزی نمیخواهد. عرفان یعنی این افق بزا امری الالله این الله بسیر رو بده با من تبیز میکنم کارم را به خدا بند. من چه به این که از خدا چیزی بخواهم یا برای خدا تعیین تکلیف کنم و نقش برای رو تعیین کنم، اینها نمیرسد به انسان. تحفیز امر کلن، کل امور رو عارف میسپارد به خود خداوند، به او میگوید که خداوند خودت هر طور میخواهی انجام، ما بازیچه ای هستیم در دست تو، ما لعبتگانیم و خدا لعبت هست، ما مانند آن عروسکای خیم شرقازی هستیم که در بالا با آن نخاب حرکت میدهد، مانند آن دولاب و آن آسیاب هستیم که جلسه قبل خواندیم که آن آب می آید، بیستد می ایستیم، بیاید می رویم، بگوید گوش می کنیم، نگوید سکوت می کنیم. قوله تعالی لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، خداوند سؤال نمی شود اما انما بوده، اما یفعل خدا از خداوند، آیه قرآن است، از خداوند نسبت به آنچه که عمل می کند فعل داره، نسبت به فعل خداوند سوالی نیست. چه کسی می تواند سوال کنه؟ خدایا چرا این کار رو کردی؟ و هم یسألون، در حالی که اینها مورد سوال واقع می شود، ماسب الله مورد سوال واقع می شود، بشر مورد سوال الهی واقع می شود، ولی هم نداره از خدا سوال کنن بگه که خدای چرا این کار رو کردیم. اعتراض در راه خدا وجود ندارد. لا یسأل اما یفعل، سوال نمی شود از فعل، فعل الهی خداوند، از خداوند سوال نمی شود راجع به فعلش. و هم یسأل، در حالی که ایشان مورد سوال واقع می شود. جل ربنا عن الممارات و الجدال، جل بلند مرتبه است رب ما از ممارات، از ستیز جویی، از خصم بودن و جدال و جدل کردن و بحث کردن. این ممارات و جدال یعنی در برابر خداوند ایستادن محال است. اصلا کسی نمیتواند مقابل خداوند بیسته، چرا که لا حول ولا قوت الا بالله. در برابر خدا ایستادن نیازمند قبه هست، هیچ قبه ای جز خداوند وجود نداره، در برابر چه میتواند بیسته؟ و من عینن الخلق التعرض و سؤال و قد کان معدومن ثم وجد ثم یتلاشی و یسیر و سیر و تبا. خیلی زیباست مولانا میفرماید که و من عینن الخلق التعرض، و برای خلق تعرض کجا میتواند باشد؟ اعتراض برای حق از کجا میتواند به وجود بیاید؟ سوال، خواهش و خواستن برای بشر از کجا به وجود میاید؟ وقد کان معدومن، در حالی که معدوم بود، عدم بود، وجود نداشت، ثم وجد، سپس پیدا شد، سپس خدا او رو به این جهان آورد، خداوند تجلی کرد و این تجلی بود. چگونه میتواند به خدا اعتراض کنه؟ ثم یتلاشی، سپس
متلاشی می شود از بین می رود این انسان و یسیر و سیر الجبال و سیر می کند سیر کوه ها رو. یعنی چه؟ یعنی مادهش وقتی می رود خاک می شود، این خاک کم کم در جای دیگر در کوه و دشت و اینجا پراکنده می شود. این خاک بدن انسان، اکنون ما این خاکایی که اینجا می بینیم خب خاک بدن انسان های دیگر بوده. و تر از جبال تحصابه ها جامدتن، خیلی زیباست آیه قرآن رو مثال می‌زنم برای فرمایش خودش. و تر از جبال و ایلت رو جبال رو می‌بینی، این کوه ها رو می‌بینی، جبال در جبل هست، این کوه ها رو می‌بینی، تحصابه ها جامدتن، تو گمان برکی اینها جامدن، جماداتن، اینها بفرمایی تو حساب می‌کنی که اینها جام ندارن، جامدن. وحیه تمر رو بر صحاب، در حالی که این حرکت میکرد این کوه مانند حرکت صحاب، مانند مرور صحاب. صحاب رو دیده اید؟ این صحاب ابرهای سفید بزرگ رو در آسمان شما نگاه میکنید میبینید در یک طرف مثلا در قسمت مثلا مشرق است، بعد نگاه میکنید میبینید فکر میکنید که ایستاده، اما بعد از ده دقیقه بعد از نیم ساعت وقتی نگاه میکنید میبینید که آن حجم عظیم سحاب در مشرق بوده الان رفته در مغرب، حرکت میکنند بدون اینکه ما این رو در ادراک بکنیم. از طریق هم الفرصف تمر رو بر دست آورد، فرصت های انسان هم، فرصت های خودسازی انسان هم تمر رو بر دست آورد، مانند مرور سحاب میرود انسان گمان برد فرصت دارد، بعد یه دفعه میرد شب شد، یه دفعه میبیند صبح شد، یه دفعه میبیند باز ظهر شد، هی این فرصت ها رو از دست میدهد و گمان میبرد که چرا یک دفعه این اتفاق افتاد. وحیه تمر رو مدسته ها سن الله الذی اتقن کل شیء، این سن الهی است که همه صنعتش رو متقن و مستحکم ساخته است. خداوند وقتی میسازد خیلی مستحکم است. حالا اینو این آیه رو ترجمه تحصابها جامدتن وحیه تمر رو مدسته ها، اینها رو بحث های فراوانی کرده ام، این رو می توانید به جابجایی قاره‌ها نسبت بدهیم. شما می دانید که قاره‌ها به همدیگر چسبیده بود، اینها در طی میلیون ها سال از همدیگر جدا شده اند. آفریقا مثلا با یه قسمت از جهان نزدیک هم بود، با آسیا کنار هم بود، اینها از همدیگر جدا شده اند. بر اساس نظریه تکنونیک صفحه‌ای که کره زمین پر از صفحاتی است که با همدیگر اتصال دارن، این زلزله ها و این مسائل هم از همین نظریه سرچشمه میگیرد. اینها رو یک ادعا گفتن که این کوه ها در حال حرکت هستن و واقعا هم دارن حرکت میکنن اینها، در منتها چون حرکتشون خیلی بطئی و آرام هست از این جهت مشاهده نمیشود، ولی زمین شناسان میگوین که اینها مثلا تمامی قاره ها نظری به هم چسبیدگی قاره ها و جدا شدن قاره ها یک مسئله علمی بسیار معمول است الان در جهان، 60 سالی که کشف شده و مورد وصول است. علاوه بر آن قدما فکر میکردن کره زمین ثابت است، در حالی که کره زمین دارد حرکت میکند و حرکت گردی که دارد تمام مدرسه ها به این جبال هم روشن است، کوه ها دارن حرکت میکنن و هم مطالب دیگر. لا اله الا هو الکبیر المتعال، هیچ الهی جز او نیست و کبیر است و متعال. بعث نبینا محمد صلی الله علیه و سلم، مبعوث کرد نبی ما پیامبر رو که صلوات و خداوند بر او باد و تسلیم الهی بر او باد، عند ظهور الجهال، هنگامی که جاهلان ظاهر شده بودند، جاهلان در ایران، جاهلان در روم و جاهلان ساسانی در ایران، جاهلان و کسراها در روم که همدیگر رو فقط با هم می جنگیدند و هم ملت های یکدیگر رو به کشتن وامی داشتند، اینها با همدیگر هر 10 سال هر 15 سال به خاطر هیچ و پوچ، به خاطر کشورگشایی با همدیگر می جنگیدند. خود عربستان هم با
هم دیگر می جنگیدن، اعراب با هم دیگر می جنگیدن. اما اگر کشته های اعراب مثلا 30-40 نفر بود در طول این جنگ ها، وان که به خشونت مشهورن، کشته های ایران ساسانی و روم میلیون ها می شود. هیچ کس به این تعرض نمی کنه، به ساسانیان، به یونانیان، به رومیان ایراد نمی کنن که چرا میلیون ها آدم رو کشتید. یه 4 تا عرب در 4 تا مثلا قبیله به همدیگر رو کشتن، هی میگن این رو بزرگش بکنن، میگن این عرب ببینید وحشی هم، ما متمدن هستیم. بله، تمدن شما باید شده میلیون ها آدم رو بکشتن بدهید، بی تمدنی این ها باید شده این ها 30-40 نفر کشته بشن. به ذرتون بی تمدنی خوبه یا تمدنی که اینها ادعا می کنن؟ تمدنی که انسان ها برای جان انسان ها ارزشی قائل نباشد، فکرش فقط کشورگشایی باشد و مردم هیچ حقی نداشته باشند جز این که پول لشکرکشی های این پادشاهان خائن رو بدهن، کار کنن دهقانان بیچاره ایرانی، کار کنن هرچی می دهن بدهن، فرزندانشون را به عنوان سرباز بفرستن، فرزندانشون کشته شدن و اینها در کاخهای پادشاهیشان و در حرمسراهایشان به عشرت کی کنن. یزدگرد سوم بیاد 3000 نفر فقط خالیگر، 3000 نفر رامشگر، 3000 نفر فقط آشپز با خودش این برادر میبره، 3000 نفر فقط با خودش میبره که اینا برش بخوانن وقتی به شکار میرون، 3000 نفر میبرد اینها برایش برقصن، 3000 برده رو. حال اینها مظهر تمدن شدن و این اعراب حالا مظهر چی شدن؟ و این نجات پرستی رو ببینید در چهر. و بعد به این نام میخواهند که وقتی با نجات پرستی عربی وارد قضیه شدن، از آن در هدفشان آن هم نیست، هدفشان لطمه زدن به اسلام هست، چون که اسلام هم زبانش عربی، سخن عربی میگوید، لباس مقدسینش لباس عربی است، از آن جهت طعنه بکنند و از این جهت به اسلام ضربه بزنند. در هر صورت این شرایطی که بوده است، این ظهور جهال، ظهور نادانان در آن عصر بوده است. چرا گفتن چرا خداوند مثلا حضرت محمد رو در ایران امروز مثلا، ایران که اسم بعدن اسم جهلیست که بعدن انتخاب شده، حالا هرچه که بوده اسمی را ما نمیشناسیم، اسم ایران حدود 100 سال پیش در مجلس زمان رضاخان تصویب شد و اسم ایران را آوردن. حال ما کاری نداریم این که این اسم رو بذاریم در مورد آنها. اگر در ایران مثلا، حالا فرض کنیم ایران بوده، در ایران اگر پیغمبری مبعوث میشد چه میکردن؟ وقتی نامه پیامبر رو پاره میکنه یزدگرد، حالا با خودش چه میکرد؟ بلافاصله میکشت. اگر در روم بود چه؟ باز همینطور. بنابراین خدا فرمود الله و اعلم حیث یجعل رسالته، خداوند عالم تر است که بداند، میداند که رسالتش رو کجا قرار دارد. در جایی که جاهلان ظهور کردن و غلبت کفر و اضلال، کفر و گمراهی غلبه کرده بود، پیامبر در آنجا مبعوث شد. کار بسیار عظیمی کرده است، کار بسیار بسیار بزرگی کرده است پیامبر. فنسهل امتهی بالقول والفعال، پس نصیحت کرد برای امتش با سخنش و با عملش، فقط سخن نگفت بلکه خود به هرچه میفهمون عمل کرد. از تعالی فرمود به خدا سوگند، من شما رو از چیزی نهی نمی کنم و لأتناهی انها اولا، من خودم اولین کسی هستم که از من خودم رو منع می کنم و هیچ چیزی به شما امر نمی کنم جز اینکه اولین کسی هستم که به خودم امر کنم. نه مثل عده‌ای که معمول است در میان حکمرانان که می گویند آنچه را که در قلبشان نیست، می گویند مردم رو فریب می دهند و بعدش می فهمند که خبری نبود. نسهل امتهی بالقول والفعال، با سخنش و با رفتارش مردم رو نصیحت می
میکرد. فرمود کونو دعا تن ناسه به غیر حسنت کن. مردم رو دعوت کنید بدون زبانهایتان. به غیر زبانتان مردم دعوت کنید. یعنی با عملتان، با شیوه زندگیتان. و اوزه لهم مناهج الحرام و الحرام. و واضح کرد برای ایشان شاهراه‌های حرام و حلال برش مشخص کرد. و جاهد فی سبیل الله علی کل ها. و در هر حالی در راه خداوند جهاد فرمود. آد بحر الباطل کل آد. فاعتدل الحق سعیه. ای ایه اعتدال. خب می‌فرماید که تا اینکه بحر دریای باطل برگشت و دریای حقیقت روشن شد و اعتدال یافت حقیقت. حقیقت آمد و بر باطل به شکل و شیوه مناسب پیروز شد. و سعی که حق کرد با اعتدال بود، با میان روی بود. صلی الله علیه و علی آله خیر آن که درود خداوند بر او و بر آلش که بهترین آل و بهترین خاندان، خاندان رسول الله و اهل بیت عصمت و طهارت علیه مسلوات هستند. و علا صاحبه و بر همصحبتش ابی بکر صدیق، ابو بکر صدیق المنفق علیه کثیر المال، کسی که بیشتر مالش را در راه پیغمبر داد. خیلی از مسلمانانی که بودن و اسیر بودن، اینها رو پول داد ابوبکر و اینها رو خرید از این قریشیان و آزادشون کرد. و علی عمر فاروق و بر عمر فاروق که در الخازوکی طاعتهی غمرات الاحوال، در همه سختی ها و هول و حراس ها فرو رفت در طاعت پیامبر. حال مباحثی است که مطرح شده و مثلا ضد این سخن در قصه عمر بن عبدود مشهور شد. پیغمبر به هر کسی گفت که برود، هم ابوبکر هم عمر و هم عثمان استنکاف کردند. وقتی که اینها رو با جیش اسامه فرستاد، این هر سه نفر استنکاف کردند، نرفتند. خیلی جاها اینها نرفتند. بعد نوبت رسید به حضرت علی که حضرت علی بعلا عثمان زنورین و عثمانی که زنورین است، المواصل لتلاوت ذکر پلغدوم و بلاسها، کسی که قرآن زیاد میخواند در شب و روز. بعلا علی ابن ابی طالب کاسر الاسنام و بر علی ابن ابی طالب علیه السلام که شکننده اسنام و سنم ها و بتها هست. و قاتل الابطال و قاتل بطلها و قهرمانان عرب است. و ما رتعت به سحسه ها غفر از زال. و تا زمانی که می چرد در جلگه ها و در چراگاه هایش غفر از زال، بزهای کوچک وحشی در جلگه های الهی می چرند. و زو الهند است و بیز الزبال. و زمانی که روشنایی شب تاریک، هندس یعنی لیل مظلم، لیل شب تاریک، و زبال یعنی فتیله، و بیز و زبال و سفیدی فتیله خورشید، یعنی تا زمانی که خورشید می آید و تاریکی را کنار می نهد، صلات دائمتا به تضرع و ابتهال، صلات دائم با تضرع زاری و ابتهال. تضرع راجع بهش یک مطلب ارزم. تضرع از زرع میاد. زرع یعنی پستان مادر. شما دیده اید که فرزند چگونه به طرف وقتی گرسنه است به طرف پستان مادر و به طرف سینه مادر میرود. تضرع از این گرفته شده است. میبینید چقدر بیتاب است، چقدر زاری میکنه، چقدر گریه میکنه برای اینکه به قضا برسد، به سینه مادر برسد. تضرع از همان زر میآید. یعنی اینکه کسی که تضرع میکند، زاری میکند در برابر خداوند، مانند آن بچه نورسیده باشد که میخواهد به سینه مادرش برسد
و میخواهد که حیات خود را حفظ کند، وگر نگران به آن دسترسی پیدا نکند خواهد مرد. آنچنان بیتابی که دیده اید حتما در فرزندان بچه های خیلی کوچک بیتابی که میکنند برای رسیدن به مادرشان برای شیر خوردن، آنچنان باید انسان عارف و انسان صالح باید آنچنان بیتاب باشد. نه اینکه خیلی به قول معروف خیلی صحیح و صالح و مرتب و منظم نشسته باشد، یه دعایی هم دستش بگیرد، یه دعایی بکند، بعد خدایا ما مثلا آمده این در کار. نه، باید تضرع کرد، خوار بود، ذلیل بود. چرا دعاهای ما به اجابت نمی‌رسد؟ داریم به خدا دستور میدیم، خدا اینم بده، اینم بده، یادت نره اونم بده. خب اگر این که این چه جور دعایی است که ما میکنیم؟ مگر خدا مقبوض ماست؟ نعوذ بالله. مگر خدا با ما عهد کرده هر کار اشتباهی کردیم خدا اون رو مثلا ببخشد یا هر چه خواستیم خدا اون رو فراهم کنه؟ با تضرع، با زاری، با ابتهال. ابتهال یعنی اینکه آدم آنقدر زجه بزند، آنقدر ناله کند تا اینکه دل او نرم شود. و بیز با صلاتن دائمتن به تضرع و ابتهال. مناجات. یا رب، ای پروردگار، ای پرورنده، ما را بدان نوری پرور که بندگان مقبل، مقبل یعنی خوشبخت، شاد، که بندگان مقبل خود را پروری از بحر وصال دوست. خداوندا ما را چنان بپرور که ما برای وصال تو آماده باشیم، نه اینکه چاق و چله بشویم، مثلا خیلی مثلا زیاد گم کنیم، خیلی مثلا گنده باشیم. مثلا بدین علف شهوت ما پرور ما را که دشمن من را بدان می پرور، بر مثال گاو و گوسفندان آخری. میگه ما رو خداوندا آنچنان که دشمنان خودت رو، خداوند به دشمنان هست ای از سر پا می ریزد، می دهد به او که فردا هیچ محاجه، هیچ دلیلی، برهانی نداشته باشد. نه اینکه خدایا چرا مرا میگه در دنیا که هم به تو همه چیز دادم، نخواستی هم بهت دادم. میگه اینهایی که بر گاو و گوسفندان میدهند، چون گاو و گوسفندان ادراک نمی کنند، ما رو هم با این علف شهوت نپرور، ما رو به ما علف شهوت نده که علف بخوریم، غذا بخوریم، شهوت های ما تحریف شود، به دنبال شهوات خود برویم. و پروری که پرورند از جهت گوشت و پوست پوست گوسفندان آخری، و مثل گاو و گوسفند نکن ما رو که میپرورن برای چه؟ برای گوشت و پوستشان. لااقل این گاو به درد گوشت و پوست میخورد، گوشت و پوستش واقعا به درد میخورد، از همه جای گاو استفاده میکنن، ولی این بشر از هیچ جایش که استفاده نمیکنن، هیچ، همه دماغشان را میگیرن، همه دوست دارن از شرش خلاص شدن و در زیر دوم اتفاق دفنش میکنن. مرغان حواس ما را به چینه علم و حکمت بربر. مرغ حواس پنجگانه ما چینه یعنی دانه علم و حکمت به آنها بده، جهت بر آسمان پریدن، نه به دانه شهوت جهت گلو بریدن. مولانا مشخص میکنه ما دو راه داریم، وقتی قضایی میکنیم ما را به سمت شهوات ببرد یا به سمت بالا ببرد، به سمت تعالی ببرد، مجبوریم این قضا را بخوریم. از خدا بخواهیم خدا این قضایی که میکنیم ما را به سمت تعالی ببرد، نه به سمت شهوات. این مرغ روح ما، مرغ حواس ما وقتی دانه میخوریم ما را به سمت گلو بریدن نبرد که ما بیفتیم در دام شیطان و شیطان گلوی ما را ببرد، بلکه ما را به سمت پریدن و پرواز به سمت خودت قرار بده. یعنی انسان میگن بسم الله بگویید وقتی که دارید غذا میخورید، به خاطر اینکه شرکت شیطان رو کم بکنید. گفتن در هر چیزی بسم الله الرحمن الرحیم بدید، به خاطر اینکه وقتی گفتید بسم الله الرحمن الرحیم یه بسم شیطان نیست، آنجا دیگه شیطان سهمش قطع میشه.
پلک بازیگر همچون شب بازان. شب باز کسانی هستند که تئاترهای شبانه کار میکردن، در تاریکی بودن، مردم رو میشناختن در تاریکی بودن، بعضا میومدن یک نور ضعیفی مثلا در سن بوده، اینا میومدن با یک ماسک خاصی میومدن، مردم میدیدن یا وحشت میکردن یا تعجب میکردن و به این واسطه میآمدن یه حرفایی میزدن بعد دوباره میومدن. شب باز کسانی بودن که بازیگران مثلا تئاتر امروزی یا بازیگران نمایشی بودن که هر لحظه به چهره ای می آمدن و هر لحظه روی دیگری رو از خود نشان می دادن. می فرماید که این شیطان هم چنین می باشد، شیطان هم شب باز است، هر لحظه می آید و روی را به ما می کند، یک دقتی را به ما می کند، یک چهره از خود را به ما نشان می دهد. حلک بازیگر خیلی زیباست، همچون شب بازان از پس این چادر خیالات استارگان و لعبتان سیارات، از پای این ستارگان و سیارات بازی ها بیرون می آورد. این فلک کارش چیست؟ آنجا نشسته از بازی بیرون می آورد و ما را می پرید. و وقتی کودکی آمد در جلوی این کسانی که اینها تئاتر بازی کنند، یک کارهایی کرد، عروسک رو گردان، کودک باور می کند، گمان می برد که این واقعا عروسک جاندار است و باورش میکنه. این کارتون رو نگاه میکنه، کودک فکر میکنه واقعا کسی است که داره حرکت بازی ها بیرون میآورد و ما چون هنگامه برگرد این بازی مستقر شده ایم. ما مانند کودکان آمده ایم و نشسته ایم، شب دارد صبح میشود، عمر من دارد فنا می شود، ولی این بازی های فلک آنقدر ما را مشغول خود کرده است که مشغول لهو و لعب بازی شدیم. هنگامه یعنی داد و بیداد، بلبله، هلهله، غریب، سر و صدایی که از یک جایی معمولا از سالن های نمایش سر و صدایی که می آید، این رو بهش میگن هنگامه. هنگامه بر گرد این بازی مستقرت شدیم، اصلا غرق این بازی شدیم. دیده اید انسان مثلا یک فیلم را نگاه میکنند، دو ساعت دیگر از همه چیز بیخبر است، صدایش میکنند نشنیده است، غذا سوخته است، متوجه بویش نشده است، هزار تا مسئله دیگر. خب همین هم میگوید که شب تا صبح، من یک عمر من خیلی کوتاه است، شب تا صبح این هم شروع کردیم به بازی، به بازی چه؟ از صبح تا شب یه جور بازی کردیم، شب تا صبح که صبح ازل است و صبح مرگ ما هست، آنجا هم باز دست از بازی و نگاه کردن بازی دیگران نمی کشیم. شب عمر به پایان می برد، صبح مرگ برسد و این هنگامی شب باز فلک سرد شود و ما شب عمر به باد دادیم. ما این شب عمر من را به باد دادیم، در حالی که با مسئول بازیچه فلک شد. دقیقا کار دنیا همین است. خودما خاله بازی میکرد، قدیمی ها خاله بازی میکردن، اکنون نمیدانم هست یا نیست. میآمدیم مثلا یه بچه بود، کم کم این بچه متولد میشد، یک بچه داشت مثلا این بچه متولد، این مادر میشد، این پدر میشد، بچه متولد میشد، بچه کم کم بزرگ میشد، این بچه ازدواج میکرد، دوباره یکی پدر بزرگ میشد، یکی مادر بزرگ میشد، این بچه هم باز یه بچه همچین. یک دو ساعت کل سرنوشت این بچه در این بازی رقم می‌خورد. قصه همان است. فقط زمانش شده 100 سال. 100 دقیقه شده 100 سال. هیچ تفاوتی هم با آن ندارد. ما هم در همان قفلت. ما هم در همان بازی. مولانا در مثنوی خیلی می‌گوید که کودکی هست رفته از صبح تا شب دارد بازی می‌کند. هی مادرش می‌گوید بچه جان بیا خانه مثلا. بعد میگه نه من دارم بازی میکنم. آنقدر با همه بازی میکنند. همه کودکان وقتی رفتن خانه هاشان میبینند که دیگر شب شده است، تاریخ شده است، هیچ جایی نداره، هیچ جایی نمیتواند برد. آن وقت میگوید چه بد بود که گوش نکردم به حرف دیگران. ما هم همچنین از این زندگی را داریم، آنقدر سرمان گرمیم و آن خواهد شد، گرم غمها و قصه ها و تلخی ها و شیرینی ها. بعد وقتی عمرمون به پایان رسید، وقتی خواستم از این دنیا برویم، نگاه میکنیم میبینیم که در دست آن جزفات نیست. اعوذ بالله
یا رب پیشتر از آن که صبح مرگ بدمد، این بازی را بر دل ما سرد کردن. خیلی زیباست. میگه خداوند این بازی رو در دل ما سرد کن. ما خیلی این بازی دنیا رو جدی گرفتیم. خیلی این بازی دنیا رو جدی گرفتیم. این بدبستان های دنیا رو خیلی جدی گرفتیم. این فرزند من را، این خانواده من را، این خانه من را، این ماشین من را، این تحصیلات من را، این کار من را خیلی جدی گرفتیم. اندکی به خود بیاییم، اندکی به خود بیاندیشیم، فکر کنیم، ببینیم خودمان چه هستیم، چه میکنیم، در چه حالی هستیم. این بازیچه فلک را در دل من خداوند سرد کن. یا رب پیشتر از آن که صبح مرگ بدمد، میگوید صبح، نمیگوید شب، چون مرگ برای عارف رسیدن به صبح هست، رسیدن به روشنایی و نور است. از این ظلمت فلکی، از این ظلمت ناسوتی رها میشود به نور ملکوت. این بازی را بر دل ناسرد گردان تا به هنگام از این هنگام بیرون آیم. این هنگام بلبلی که انداخته از این فلک در وقتش از اینجا بیرون بیاریم، نه اینکه وقتی این وقت تمام شد و وقت من تلف شد، موقع مرگ رسید آن وقت یک دفعه میداشت همه بگیم اه ما چرا چنین کردیم. وقتی 70 سال من شد آن وقت بفهمیم چه بوده. 80 سال من شد آن وقت بفهمیم که چه اشتباهی کردیم. یه چه فایده داره؟ و از شبروان باز نمان، یکی دستن شبرو بودن. این عین عبارت نهج البلاغه هست که خداوند ما را از شبروانی که میروند قائم باللیل و اسد بالنهار، از امام رضا علیه السلام هم هست که یکی ده هستن قائم باللیل اسد بالنهار، شب قیام دارن، در روز مانند شیرانن، در کار اجتماع، در کار عمومی خیلی خوب حرکت میکنن، ولی قائم باللیل شب تا صبح هم قیام به نماز و رکوع و سجود دارن. و عده‌ای هستن در این شب راه رو پیدا کردن، یک نوری را پیدا کردن، به آن نور تمسک میکنن، به واسطه بنی الهی به سمت آن نور میدوند. چون صبح بدمد ما را به کوی قبول تو باید. وقتی که صبح دمید آن وقت ما به کوی قبول تو برویم. یا رب آوازه حیات تو به گوش جان ها، آوازه جمالت در گوش عالم آمد، آوازه جمال الهی در گوش همه جهان آمده است. جانها همه روان شدند، جان و روان خیلی زیاد، جانها روان شدند در بیابان دراز، تشنه آب حیات این جهان پیش آمد، همه در افتادند. انسانها روحشان آزاد بود رفتن، ولی وقتی وارد این جهان شدن همه در این جهان افتادند، در دامگاه حادثه این جهان در افتادن. این مرغان، مرغان ملکوت از پرواز باز استادن و گرفتار این عالم خاک شدن، در افتادن در بی. هرچند که قلاووزان و آب شناسان بانگ میزنند که اگرچه به آب حیات ماند اما آب حیات نیست. قلاووزان اولیای الهی، انبیا اوصیای الهی، هر به ما میگویند این در این جهان آب حیات نیست، آب زندگی در این جهان نیست. درست است که ظاهرا به آب حیات ماند، ولی این آب حیات نیست، آب حیات اندکی آن طرفتر است. در این دنیا اقامت و سکونت نکنیم، آب حیات در پیش است، از این بگذریم. اما کوک میشه آب حیات آن باشد که هر که خورد از آن هرگز نمیرد، و هر شاخ درخت که از آن سبز شد هرگز زرد و پوسیده نشود، و هر گل که از آن آب حیات خندان شد هرگز آن گل نریزد. اما این آب حیات نیست، آب ممات است، آب مرگ است. آیا سراغ دارید کسی را که از آب این جهان خورده باشد و نمرده باشد؟ سراغ داری؟ از آب این جهان خورده باشد و نمورده باشد. اصلا خصلت این آب این است. هر کس از این آب جهان، این جهان خورد، حتما می‌میرد.
هر که از این آب حیات فانی بیش خورد، هر که بیشتر بخورد، از همه زودتر می‌میرد. نمی‌بینی که ملوک و پادشاهان از بندگان کم عمرترند؟ این پادشاهان رو حساب کنید، عمرشان رو همه خیلی کم عمر کردند. و هر شاخ درخت که از این آب بیش کشید، او زودتر زرد شد. بعضی ها آب نمی‌رسد زرد می‌شوند، بعضی ها آنقدر از این آب می‌خورند که زرد می‌شوند. اینک گل را نگر که از این آب سیرابتر و خندانتر شد، از همه عروسان باغ لاجرم او زودتر می‌زد. نادر کسی بود که این بانگ و نصیحت در گوش بودند. نادر کس است، خیلی کم است که این نصیحت رو گوش بودند. حتی ما که داریم این نصیحت این مولانای بزرگ را می‌شناسیم، هر چند نفر که هستیم از ما فقط ممکن است یکی دو نفر که این رو گوش کنیم. آن یکی دو نفر اگر پیدا شدن و به هم بودن. نادر کسی بود که این بانگ و نصیحت در گوش بودن. چه کسی به این نصیحت ها گوش کرد؟ و کم کسی بود که کسی کرد و این سیاه ها به رابه ناکسان بگذاشت. آن روزها در جاده می آمدن، یک تصادم خیلی وحشتناکی بود، یه چند نفر هم مرده بودن، انداخته بودن جسدهاشون رو، انداخته بودن، یعنی دراز کرده بودن چندین نفر رو. ما که رد شدیم، بعد ماشین هایی بودن که از راه بود با هم میانن، خیلی بی احتیاط رو همین میکردن. وقتی این رو دیدن، کمی احتیاط کردن، کمی سرعتشون رو کم کردن. بعد از یه 10 کیلومتر، 19 کیلومتر، دوباره همان اداها رو از سر گرفتن، ویراژ دادن. یعنی اینها آن هم مرده که آنجا دیدن به اندازه 10-15 کیلومتر مثلا یک دقیقه، دو دقیقه اینها عبرت گرفتن و فهمیدن. بعد همان کار، همان آب، همان کاسه، همان قصه، همان آب. چرا ما انسان ها اینجوری هستن؟ واقعا چرا ما انسان ها اینقدر کم عبرت میگیم؟ چرا ما تعجب نمی کنیم؟ چقدر نادان هستیم؟ خداوند و پادشاه ما را از آن نادر کسان گردن. لاغر ما را از آن نادر کسان که به این نصیحت گوش کنن، ما را از اینها قرار بده و از این سیاهابه شورابه خلاص ده، تا همچون دیگران شکم رو آماسیده بر سر این چشمه نمیری. آماسیده یعنی پف کرده، شکم من و چهره من پف کرده، در کنار این رودخانه میمیدیم. میگویند چرا خوردیم؟ چون این آب ممات است، آب حیات نیست، آب حیات آن طرف است. اشتباهی به ما نشانی دادن و از طلب آب حیات محروم نمانیم. روا ابوذر عن النبی علیه السلام قال سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما فی صحف موسی. از ابوذر نقل شد از رسول الله که سوال کردم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که درود خدا و سلام او بر او، ما فی صحبه موسی، در صحبه موسی چه بود؟ چون موسی یک توراتی داشت، یک صحفی هم میگویند که علاقه به او دادن، یک نامه هایی بود که به حضرت موسی دادن. چه بود؟ قال پیامبر فرمود این 4 تا مسئله بود در صحف موسی، در نامه های موسی این 4 مسئله بود خدا به او گفت. قد کان فی صحف موسی، این بود در صحف موسی، عجبتو، خیلی لطفا این آیه بفهمید، من زیاد توضیح نخواهم داد، عجبتو لمن ایقن بالموت کیف یفعل. خدا به زیباست، انسان واقعا اگر بفهمد مو بر اندامش راست می شود، اگر بفهمد واقعا قصهش دگرگون می شود. عجب تو، تعجب می کنم، خدا می گوید، خدا می گوید من ای موسی من تعجب می کنم. خدا را از چه چیز تعجب می کنی؟ لمن، برای کسی که ای قلب الموت، به مرگ ایمان آورد، کیفیت ره، چه بود شادی می کنم. کسی که به مرگ ایمان آورده باشد چه بود شادی می کنم. من تعجب میکنم. اینها میگویند ما خواهیم مرد، البته به آن یقین دارند، اما شادی میکنند.
و عجب تو و ای موسی تعجب کردم لمن ایقن به نار، برای کسی که یقین کرد به دوزخ به آتش الهی. کیف یضحک، چگونه میخندم؟ کسی به جهنم اعتقاد دارد، به آخرت اعتقاد دارد و دارد میخندد. کسی به مرگ یقین دارد و دارد شادی میکند. و عجب تونه من ایقن به حساب، و تعجب میکنم برای کسی که یقین آورد به حساب و کتاب الهی. کیف یعمل السیئات، چگونه زشتی ها و بدی ها را عمل میکنم؟ چگونه عمل زشت و سیء به بار می آورد؟ و عجب تو و تعجب می کنن لمن ایقن به زوال دنیا و تقلبها به اهلها، و تعجب می کنن برای کسی که یقین کرد به این که این دنیا زائل است، فانی است، از بین رفتنی است، و تقلبها، و این دنیا از یکی میگیرد به دیگری میدهد و از آن میگیرد به این دیگری میدهد. تقلبها به اهلها، با اهلش متقلبانه رفتار میکند این دنیا. کدام یک از ما تقلب دنیا را ندیده ایم؟ چهره های دیگر دنیا را ندیده ایم؟ چرا عبرت نمیگیریم؟ کدام یک از ما آن چهره های بد و زشت دنیا را ندیده ایم؟ چرا ایمن می‌دانیم خودمان را که دوباره آن چهره زشت دنیا به ما رو نکنند؟ افن امن اهل قرا ایعتی بحثنا بیاتن و هم نائمون. و عجب طول من ایغن زوال دنیا و تقلبها به اهلها. من تعجب می‌کنم ای موسی به این که برای کسی که یقین کرد به از بین رفتن دنیا و متقلب بودن به حالی به حالی شدن دنیا با اهل دنیا، میگه به اهل ها، کسی که اهل دنیا نباشد دنیا باهاش هیچ کاری نمیتواند بکنه. آن کاری که میکند دنیا با اهل دنیا هست، با غیر اهل دنیا که کاری نمیتواند، با اهل الله که دنیا نمیتواند کاری بکنه. کیفه یجمع ها و یجمع نیمه بری، کسی که یقین آورده به از بین رفتن دنیا و با اهلش متقلبانه رفتار کردنش، به این که جمع می کند دنیا رو، این هم مال من، آن هم مال من، هی برای خودش دنیا رو جمع می کند و یطمئن نوع لیها و مطمئن می شود به آنچه که جمع کرده است، فکر می کند که آنچه جمع کرده است برای خواهد ما هم. بسیار زیاد ابوذر که از چاکران حضرت رسالت و مستفیدان عتبه نبوت و از خادمان حجره فتوبت بود، چون این میگوید، ابوذر میگوید که مستفیدان عتبه نبوت، عتبه یعنی قله، راه و روش و بزرگی، عتبه نبوت یعنی از استفاده کنندگان از محضر حضرت نبی بود و از خادمان حجره فتوبت، حجره و خانه جوانمردی بود. چون این میگوید که روزی روی سپاه اهل دین، روی سپاه اهل دین یعنی رسول الله، سپاه اهل دین و پشت و پناه اهل زمین، همین ها روایت است. اتفاقا جالب است که اینها در نقل علاقه هم هست، خیلی از این عبارت ها در سایر موارد دیگر هم هست. نقطه دایره آدم، ثمره شجره بنی آدم، میوه درخت بنی آدم، طغراکش و لصوفه اوتی کرب و کپت هرزا. طغراکش، طغران نامه بود که برای بزرگان می نوشتن و این خطاطان خیلی مشهوری بودن. طغراکش و لصوفه اوتی کرب و کپت هرزا، و به زودی به تو می دهیم، می دهد یکی که احا می کند به تو رب و که پروردگار تو، پتر زاد آنقدر خدا به تو عطا می کند ای رسول که تو راضی می شد. رایز براق سبحان الذی اسرا، سبحان الذی
اصلا بر بهی لیدم من المسجد الحرام که همه آشنا هستید. رایز یعنی تعلیم دهنده، راه کننده براق. براق هم همان اسب حضرت رسول بود که در معراج از آن استفاده کرده است و از برق گرفتن و یه میگویم که حضرت با سرعت برق رفت، همان براق نشاندن این است که حضرت با سرعت نور و سرعت بالای این رفت. سبحانه الذی اسرا به عبده، پاک از خداوندی که بندش را شبانگاه از مسجد الحرام به مسجد الاقصا بود. برگذرنده به عالم سندنا فتدنا، سپس نزدیک شد پس نزدیکتر شد. دنیا و عقبی زیر قدمش اشارت کنان و کان قاب و حسین و ادنا، به خدا نزدیک شد و به اندازه دو کمان یا نزدیکتر بود. این ابوذر بود که این مهتر یعنی رسول الله روزی از مسجد الحرام و از حجرت المصلا یناجی ربه بیرون آمده بود. حجره مصلایی که حجره یعنی پیغمبر عبادت کرده بود، حجره یعنی اتاق، مصلا اتاقی که پیغمبر برای نمازش استفاده می‌کرد، مصلا یعنی محل نماز گذاردن، یناجی ربه که مناجات می‌کرد با ربه. مناجات هم از نجوا میآید، نجوا کردن یعنی انسان با خدا نجوا کند، راز دلش را با او بگوید، خدا هم با او نجوا میکند و میگوید. مناجات باب مفاعله هست، باب مفاعله بین الاثنینی است، برای بین دو نفر است. مناجات یعنی این که انسان با خدا نجوا کند، هر دلش را به او بگوید، مفهومش این است که خدا هم با او نجوا میکند. مناجات یک طرفه نیست، خدا هم با او نجوا میکند، خدا هم بر گوش او چیزهایی میگوید اگر کسی بشنود. از حجرت المصلا یناجی ربه بیرون آمده بود، دعا و بعد کل صلوات مستجابه گفته. روایت از حضرت رسول فرمود که دعا و بعد کل صلوات مستجابه، دعا پس از هر نماز مستجاب است. خب میگویم ما کی دعا کنیم؟ میگویم حتی اگر وقت نماز نیست دو رکعت نماز بخوان و دعا کنیم. آن وقت پیامبر فرمود که دعا بعد از هر نمازی مستجاب است. و بر تخت انا سید و ولد آدم ولا فخر الفخر و فخری، و پیامبر فرمود انا سید ولد آدم، من آقا و سرور فرزندان آدم هستم، ولد آدم هستم، ولا فخر، اما فخر برای من نیست. من سید کائناتم اما برای من فخر نیست. پس چه چیز فخر شماست یا رسول الله؟ الفخر و فخر، فخر فخر من هست. و بر تخت انا سید ولد آدم ولا فخر نشسته، بساط الفخر و فخری افکنده، چهار بالش آدم و من دونم او تحت دوایی نهاده، بر متکای اول ما خلق الله نوری تکیه زده، و مهاجر و انصار و جمع مستقبرین بالاسحار، به شکر قائمون باللیل و صائمون بالنهار، به گردش حلقه زده، صدیق در تحقیق در سر می سفت، فاروق بیان حق و باطل فرق می اندیشید، ز نوره این تاریکی لحد را روشنایی مهیا می کرد، مرتضا حلقه در رضا می زد، بلال بلبلوار ارهنا یا بلال می گفت، سهیل قدح صحبای وفا در می کشید، سلمان در طریقت سلامت قدم می زد، و من که ابوذرم در راه عظمت او زرده زرده گشته بودم، زبان انبساط بگشادم و گفتم ای مهتر ما، ما فی صحف موسا، در صحف موسا چیست؟ در صحف موسا که سلوت جان عاشقانه است و انیس دل مشتاقانه است چه چیز است؟ در صحف موسا چه چیزی بود؟ خب آنها که میدانید آدم و من دونه او تحت لوایی، هر روایت پیغمبر است که فرمود آدم و هر که پایین تر از آن اوست زیر پرچم من است، یعنی من بر همه انبیا، بر آدم و خاتم، بر همه آنها برتری دارم. متکای اول ما خلق الله نوری، راجب اینا سخن گفتیم، من دیگر سخن نمیگم.
اولین چیزی که خداوند آفرید نور من بود، این اصالت رسول است. بعد قائمون باللیل و صائمون بالنهار، آنهایی که روزها روزند و شبها قائم هستند و قیام دارند و نماز می‌خوانند. و ارحنا یا بلال هم همان است که مولانا در مثنوی هم گفت ارحنا یا بلال. حضرت رسول وقتی می آمد به بلال، به بلال حبشی می گفت که ارحنا، ما رو راحت کن، به ما روح بده ای بلال. او هم می رفت و اذان می خواند. یک روز گفت ارحنا یا بلال، گفت هنوز وقت اذان نرسیده است. گفت ارحنا یا بلال، تو چه کار داری؟ برو آن صدای معشوق ما و نام معشوق ما را بر مأذن تکرار کن. مهتر گفت سکوت، به فرمان حی لایموت از حقه تحقیق بردار. حقه چیزی که در آن جواهرات نگه می‌دارند. زبان رسول الله را به حقه تحقیق و حقیقت معین کرده است. میگه پیغمبر مهر سکوت رو از حقه، این چیزهایی که جواهرات رو میذارن و کیسه‌هایی که میذارن یک مهر دارن، این مهر رو همیشه بر نمیدارن. آنقدر پیغمبر چیزی نمیگفت، اسرار رو نمیخواست فاش کنن، اما آنقدر این ابوذر خواهش کرد که رسول الله مهر سکوت از حقه تحقیق برداشت. گفت عجب تو، عجب دارم از آن بنده ای که قدم در میدان ایمان نهاده باشد، به دوزخ و درکات جهنم ایمان آورده، آوازه مالک و عوانش به دور رسیده، مالک عذاب، مالک آتش، مالک النار و اعوانش و یارانش به دور رسیده، در این بوته بلا و زندان ابتلا چگونه خوش میخند. در این بوته که بوته جاییست که این طلاها رو ذوب می‌کنند، در این ذوبگاه چگونه خوش می‌خندند، چگونه می‌توانند بخندند. گفتم که ذهب المومن از تبسم، از حضرت رسول، از حضرت علی هم آمده است. ذهب المومن از تبسم و قهقهتو منشد. گفتم ذهب المومن، خندن المومن تبسم است، قهقه از آن شد. قهقه زدن به خاطر این است که کار کسانی است که از امر آخرت غافلن. اینها آدمای غافلی هستند، میتوانند قهقه بزنند. ذهب المؤمن اتقی است. قهقه هر کس کرد، هر کس با صدای خیلی بلند خندید، آن از شیطان است. بنابراین شما اولیای الهی را هرگز نمیبینید در حال قهقه باشند. مهترا فایده دوم، اولش این بود که قدم در ایمان نهاده باشد، به دوزخ اعتقاد داشته باشد، چگونه خوش می‌خندد. مهترا فایده دوم، گفت عجب دارم از آن بنده که عمر عزیز را به کرانه آورده باشد، به کرانه، به ساحل آورده باشد، یعنی تمام شده باشد، به مرگ ایمان آورده باشد و وی را برناساخته، برناساخته یعنی تمهید مقدمات نکرده، اعمال خوب برای خودش آماده نکرده، به سؤال گول اقرار می کند و جواب مهیانا کرده، چگونه شادی می کند. وقتی جواب رو آماده نکرده که از مولانا هم آورده و در مثنوی هست که چند تا سؤال می کنن، من عمر کن فیمه خرج دار، از عمرت می پرسن که در چه چیزی خرج کرد؟ عمرت را کجا تباه کرد؟ و من شباب کرد؟ فیمه هدرت هست؟ از جوانیت میپرسند در چه چیزی جوانیت را هدر دادی؟ و از اموال کرد؟ و از اموالت میپرسند اینها را در کجا سر کرد؟ در راه خدا سر کرد یا در راه شیطان؟ گفت عجب دارم از آن بنده که عمر عزیز را به کرام آورده باشد، به مرد ایمان آورده باشد و به این را برگ ناساخته، به سؤال و گول اقرار می کند و جواب مهیانا کرده، چگونه شادی می کند. سبون گفت عجب دارم از بنده ای که او ایمان آورده است که ذره ذره فعل و گفت او را حساب است، که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کس ذره ای خوبی کند می بیند و من یعمل مثقال ذره شرا یره، ذره ای بدی هم بکند آن را می بیند.
این به این اقرار دارد و ترازوی عدالت آویخته اند. چگونه گزاف کاری میکنم، چگونه گناه کاری میکنم، چگونه بیهوده کاری. و چهارم، عجب دارم از آن بنده که بی‌وفایی دنیا را میبیند و عزیزان خود را به خاک می‌نهد. هر کدام از ما چند بار عزیزان خود را در خاک نهادیم؟ چرا فراموش ما می‌شود؟ و از مقریان، مقریان کسانی که می‌خوانند و موجب خواندن برای قرائت رو می‌آموزند به دیگران. کل نفس ذائقة الموت می‌شنود. از کسانی که قرآن می‌خوانند می‌شنوند کل نفس ذائقة الموت. هر نفسی مرگ را خواهد چشید. به چندین مهر و محبت و حرص و رغبت دنیا را چون جمع می کند و دل بر آن می نهد. هم جمع می کند و هم دل را دارد. و گور و کفن مردگان می بیند، فراق دوستان می چشد، اما آنچه دوستانش چشیده اند از تلخی فراق او یک شب نچشیده است. قدر رسال چه داند، آن درد را ندیده است. قدر مرهم چه شناسد، کسی که آنچه را که دوستانش دیده اند و آن کس که بلا دیده است او ندیده است، چگونه قدر عافیت را بداند. نی نی ای برادر، جهد کن که از این زندان بیرون آیی. قدم توبه در راه ندم نهی، ندم پشیمان، قدم توبه در راه ندم نهی، تا در این دنیا هر دو تو را باشد. چه جای این است، بلکه همت از این عالی تر کنی و مرکب دین تیزتر برانی. از نظاره دنیا در گذری، به دنیا نگاه نکنی و به تماشای عقبا هم چشم نکشای. به دنیا نگاه نکنی، به عقبا و به آخرت و به بهشت هم نگاه نکنی، تا جمال ذوالجلال ببینیم. عده‌ای فریب این جهان را خوردن، عده‌ای فریب بهشت را خوردن و از جمال جمیل الهی باز ماندن. به جاروب لا همه را ببینیم، لا اله الا الله. هر که شاه و شاهزاده باشد، هر آینه او را فرگاش باشد. هر کس شاه باشد و شاهزاده باشد، کسی هست که فرشی زیر پای او بگستراند. لا اله الا الله، فراشان خاصان و شاهان حضرت است. وقتی بگویی لا اله الا الله، آنها می آیند فرشهای حقیقت رو در زیر پای تو می اندازند، که از پیش دیده ایشان هر دو عالم را می روبرد. فراش آن جارو کنندگان من هستند، کسانی که جاروگر جارو کننده ها هستند که پریدی ها رو جارو میکنن. میگه لا اله الا الله یک فراش هست، یک جارو کننده هست، کسیست می آید و همه چیز را از دل انسان، همه پریدی ها، ناپاکی ها، دنیا رو و عقبا رو از دل انسان جارو میکنن. به هر چیز را دور افتی، چه کفران حرف و چه ایمان. این از دیوان سنایی، حکیم سنایی غزنوی است. به هر چیز را دور افتی، چه کفران حرف و چه ایمان. به هر چه از دوست باوانی، چه زشتان نقش و چه زیبا. چه حرف کفر بزنی، چه حرف ایمان بزنی، ولی اگه از راه ایمان، از راه حقیقت دور افتی، آن حرف رو باید نبزنی. هر چند حرف ایمان باشد بذاره، هر چند حرف کفر باشد. و به هر وسیله ای که از دوست باوانی، به هر چه از دوست باوانی، چه زشتان نقش و چه زیبا. هر نقشی که چه زیبا باشد چه زشت، تو را از خود راد خدا باز دارد، از آن کنار جوی. نیابی خار و خاشاکی در این ره جز به فراشی. اینجا وقتی بیایی و جارو کننده باشی، جاروگر باشی، خار و خاشاک خودت پیدا میکنی. کمر بست و به فرق استاد در راه شهادت لا. این لایی که هست، لا اله الا الله، این لا آمده کمر شهادت بسته تا فراشی کند و هرچه غیر یاد حق است رو از دل تو بزداید و جارو کند. چلا از صدر انسانی پکند بکندد در ره حیرت، پس از نور الوهیت به الله های از الله. حکیم سنایی خیلی زیبا فرمود، وقتی که لا از صدر انسانی،
از سطر انسانیت، از مقام انسانیت تو رو در راه حیرت انداخت، آن وقت است که از نور الوهیت، از الاب الله میایی. لا اله الا الله، از الاب خود الله میرسی. جز جمال حق نبین، جز کلام حق مشنو، تا خاص و خاص پادشاه باشی. این روایی هم که تمام این بحث است از خود مولانا هست. با یار به گلزار شدم ره گذری، بر گل نظری بکندم از بیخبری. چون دید بتم گفت که شرمت بادا، رخسار من اینجا و تو در گل میگرد. بیر رفتم در بوستان، در گلزار، در ره گذاری میرفتم، بر گل نظری کردم از بیخبر، بیخبر بودم، یک گل رو که زیبا رو به اون نگاه کردم. بوت من، معشوق من، محبوب من مرا دید، گفت که شرمت باد، بر تو شرم باد، رخسار من اینجا و تو در گل نگرد. روی من اینجا هست و تو در گل نگاه میکنی. حتی در گل هم نباید نگاه کرد با وجود جمال معشوق. انشاءالله که همه ما بتوانیم به این سخنان بسیار زیبا عمل کنیم، انشاءالله جزء آن مهدیین باشیم و جزء هدایت شدن شوندگان باشیم. السلام علیکم.